اسلام دینی نیست که در همه دنیا دچار بحران شده و ما این بحران ها را فقط در کشور فرانسه نمی بینیم. این بحران عمیق ارتباط مستقیمی با بنیادگرایی اسلامی و پروژه های مذهبی و سیاسی داره. همانطور که آن را در سراسر جهان شاهد هستیم. این بحران منجر به افراطی شده. حتی در کشورهایی که دین اسلام دین اکثریته. آنچه ما باید با آن مقابله کنیم جدایی و گسستی است که اسلامگرایان افراطی به دنبال آنند این یک پروژه برنامه ریزی شده و تئوریزه شده سیاسی مذهبی است که در کشور ما به واسطه انحراف از ارزش های جمهوری پایه گرفته و اغلب بنجر به گسست و جدایی اجتماعی میشه در دل این بحران رویکرد اسلامگرایی افراطی وجود داره بگذارید راحت بگم این رو کرد میخواد سازمانی و روشمند در جهت نقض قوانین جمهوری ما عمل کنه و در پی ایجاد نظام های موازی و شکلدهی و توسعه ارزش های دیگه ای در جامعه است خب همکارم امیده کشکار اینجا در استودیو به ما پیوسته تا بیشتر در رابطه با همین موضوع گفتگو کنیم امید کم بیشتر بگو از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه و این طرح سکولاریزم آزادی که ارائه کرد پویا در واقع بعد از اتفاقاتی که در چند سال اخیر شکل اوریانترش در فرانسه افتاد چون میدونیم چند دهه هست که نبرد بین هاشیه و اسب و در مرکز در فرانسه خصوصا در شهرهای بزرگ مثل پاریس وجود داره بین در واقع اسلام افراطی و قوانین لایک فرانسه که میدونیم یکی از لایکترین قوانین دنیا شاید هم بشه گفت لایکترین ترین قوانین رو داره به هر حال امانوئل مکرون در سال آخر ریاست جمهوریش از نزدیک داریم میشیم به انتخابات و این چیزی که داره ارائه میده شاید یه تأثیری داشته باشه در انتخابات و این نارضایتی که مردم دارن در مقابل عملی که دولت فرانسه تو این چند ساله کرده در برابر اسلامگرایی افراتی میدونیم که حمله به مجله شارلیب دو و همچنین حمله به بار بتکلن که یکی بزرگترین حملات تروریستی چند وقت اخیر بوده این سخنرانی مکرون اولا جایی که سخنرانی کرده یک جای نمادین هست توی یک شهر در واقع به نام مورو که یکی از حاشیه های پاریس هست یکی از حاشیه های جرمخیز پاریس هست و با یک اکثریت مسلمان اونجا سخنرانی کرده اسم سخنرانیش بود جمهوری در عمل که یک جوری داره میگه که ما دیگه میخوایم وارد عمل بشیم در برابر این چند تا در واقع پوینت مهم داره چند تا نکته مهم داره یکیش اینه که میخواد در واقع مهاجرین رو مهاجرین مسلمان رو که در طول این سالها ادغام نشدن در جامعه فرانسه بیاره و اینها رو وارد جامعه بکنه یکی از نکات مهمش اینه که میگه که ما میخوایم اسلام رو از نفوذ خارجی رها بکنیم یه بودجه حدوداً ده میلیون یورویی تعیین کرده برای افتتاح یک سری مدارس مذهبی مدارس اسلامی در فرانسه که این مدارس اسلامی امامان و مداهان مداهانی رو تربیت کنه که آشنا باشند به فرهنگ فرانسه و به ساختار سیاسی فرانسه همچنین برنامه اعزام مبلغ از کشورهای دیگه مثل به صورت مشخص اسم بود از ترکیه مراکش و الجزایر رو محدود خواهد کرد این در واقع یه بخش هایی از حرفایی هستش که مکرون امروز امید اشاره کردی به نکات مهمی که در سخنرانی مکرون وجود داشت اما لحن مکرون خیلی تند بود و معمولا در رابطه با مذهب کمتر اتفاق میفته در اروپا که اینقدر تند مقام ها صحبت کنند فکر کنید دلیل تندی لحن مکرون چیه؟ بود؟ پوی همونطور که اول اول بحث گفتم این داستان اسلامگرایی و ارتباطش تو فرانسه دهه هاست که اتفاق میفته از زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک دهه 90 این قضیه مطرح بود اون موقع بحثات زیاد بود همینجوری این داره هی, هی، فاصله هی این خندقی که وجود داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه در یک تحقیقی که شده بود توی بانلیوها هومه های شهر پاریس بسیاری از خانواده ها هستن که حتی در طول سال وارد شهر پاریس نمیشن تو محله خودشون میمونن اونجا کلی مکاتب هست مدارس اسلامی غیرقانونی هست زیرزمینی هست 50 هزار حداقل آماری که دارن اینه که 50 هزار کودک هستند که در مدارس رسمی تحصیل نمی کنن در فرانسه اینها میرن در مدارس اسلامی مدارس زیرزمینی مدارس غیرقانونی و اونجا آموزش های افراطی اسلامی میبینن این کودکان خب هیچ وقت جذب وقتی که بزرگ میشن هیچ وقت جذب جامعه نمیشن یه بحث بحث حجاب هست در جامعه فرانسه که بحث پر سر و صدایی هست حجاب خب ممنوع هست در فرانسه در ادارات دولتی در مدارس ممنوع است بسیاری از زنانی که مسلمانانی که هجاب دارند و هجاب رو به هجاب باور دارن اینها نمیتونن اصلا وارد جامعه بشن کار پیدا بکنن کار بکنن این و اینها ناچار میشن برن در واقع خونه بشینن مادر فرزندانی بشن که اون فرزندان بعدا ممکن اندیشه های افراطی اسلامی پیدا بکنن این یه بحث بزرگی هست که تو جامعه فرانسه وجود داره مکرون حمله کرده در واقع از سخنش به قلب این ماجرا ولی حالا بعد این چقدر تبلیغاتی انتخاباتی یا چقدر واقعیه و آیا با یک دستور و عمل و یک لایه میشه این مشکل رو حل کرد خیلی کارشناس فرانسوی خوشبین نیستن ولی به هر حال راهیه که رئیس جمهور فرانسه شروع کرده خب حالا باید ببینیم که این طرح تصویب میشه و چقدر اجرایی میشه ممنونم از تو امیده کشکار همکارم که با من همراه شدید این گفت